این صدای شلیک و اصابت یک خمپاره انداز دست ساز بود، ابزاری جنگی که به لانچر مشهور است. در مهر ماه سال 1401 گروه های تروریستی فرصت را مناسب دیدند تا عملیات های تروریستی خود را تشدید کنند. در میان گروه های تروریستی منافقین نیز فرصت را مناسب دیدند تا عملیات های مسلحانه و تروریستی را در داخل ایران سازماندهی کنند. بگو برو شناسایی کن، ولی یه موضعی پیدا کن از یه فاصله 150 متری ما میخواییم با یه وسیله مثل شما خیال کن خمپاره میخواییم تهاجم کنیم. یک شبکه سازمان یافته مرتبط با منافقین مأموریت گرفت تا با ساخت لانچرهای دستساز عملیات خمپاره اندازی در شهرهای بزرگ کشور را اجرا کند. موساد مسئول من تو گروهک منافقین بود. موسا برای من چند روز بعد یه فیلمی فرستاد، گفتش که نتیجه شناسایی شما این بوده که با لانچر بچه‌های دیگه پایگاه رو زدن. آموزش و هدایت عملیات های تروریست یکی از رده های بالای منافقین که متخصص سازه های انفجاری است و به همین دلیل با نام مهندس شناخته می شود، مسئولیت این کار را بر عهده دارد. محسن سیاه کلا معروف به صمد، همان مهندس منافقین است که از این نقطه در آلبانی به هدایت عملیات های در ایران می پردازد. او متخصص سازه های انفجاری است و در همه عملیات های تروریستی این گروهک از دهه 60، عملیات مرساد و خمپاره اندازی های دهه 70 نیز نقش اصلی داشته. او حالا از اروپا به هدایت عملیات تروریستی در ایران میپردازد. در خصوص محسن سیاکولا، این فردی که عضو ارشد سازمانم هست، این اسمش هست محسن سیاکولا، معروف به صمد. او کسی بود که همبند مسعود رجوی در زندان بود. خودش هم میگفت که من حفاظت مسعود رو در زندانم به عهده داشتم. اینو گاهن تو نشست‌ها مسعود رجوی رو مهندس هم صدا میزد. آموزش نارنجک، ساختن نارنجک‌های دست‌ساز رو خیلی خوب وارد بود و آموزش میداد و کار تخریبی حرفه‌ای بود، تخریب کار حرفه‌ای بود، یعنی با چیزای تی ان تی و سی 4 اینا خیلی حرفه‌ای کار میکرد، بهش میگفتن مهندس. این عکسایی که میبینی اینجا یک جلسه به قول معروف بالای سازمانه که همه مسئولین بالای ام ای نشستن، اینا رده پایین‌تر از ام ای نیستن توشون. که این فردی که میبینین این همون محسن سیاکولاست، معروف به برادر صمد. جوانیای جوانترهاش سال 73-74 ایناه که این همونی که سازنده تمام چیزای انفجاری که آموزش میده همین فرده. تست همین خمپاره دستی رو ببینین کنار یک دریاچه تو اشرفه که این میاد آزمایش میخواد بکنه، از کنار دریاچه میزنه و میره تقریبا 100 متر 200 متر اونورتر این منفجر میشه و این تست عمل موفقیه و این سازه ساخته شده اونه. لحظه تست اونجا نظارت داره و کنترل میکنه که آیا مؤثر هست یا نیست. ولی این لانچر زورزن خمپاره جنگی بود، توشو پر ساچمه میکردن و در واقع هم اون ساچمه ها و هم خود اون اتصالات لوله آب تبدیل میشد به ترکش. قطعا اگر با کسی برخورد میکرد خب هم میتونست کشنده باشه هم میتونست زخمی بکنه. به گفته خودشون تخریب داشت. 10 تا عملیات من شرکت کردم. عملیات اولی رو بوده، یه عملیات در با شخصی به نام جواد انجام دادم، 3 تا عملیات رو با شخصی به نام فردین بوده و 4 تا عملیات هم با شخصی به نام بهزاد بودن. منافقین پیش از این سعی کرده بودند با استفاده از 2 دانشجوی دانشگاه شریف عملیات خمپاره اندازی را در تهران اجرا کنند که با دستگیری این 2 به نتیجه نرسیدند. علی و امیر حسین پیش از عملیات خمپاره اندازی چندین عملیات با بمب‌های دستساز را اجرا کرده بودند. بعد از این کارهای بسیج دیگه کم کم دیگه گفتن که برید کار سرایی شروع کنید. سرایی من نمیدونستم چیه، حالا
سرای آموزشی رو برام فرستادن، یه نفر گفتن مهندسه، گفتم تلگرام گفتم با این صحبت کنید و این مهندسش بهم از اول شروع کردش آموزش دادن. بعد از اینکه این کارهای سرایی و اینا رو انجام دادیم موفق بودیم، دیگه قرار شدش یک محله جدیدتری اضافه شدش که دیگه نزدیک نشیم اونجا که ما انجام بدیم، از فاصله دورتر مثلا از فاصله 150 متر اینا انجام بدیم. سرایی هم مثلا آورده بودش، داشتیم میرفتیم اون برای پل آبر که ببینیم چه جوریه که دستگیر شدیم اونجا. مسئولیت میدانی و ساخت خمپاره‌انداز دستی در این شبکه تروریستی بر عهده این چهره بود، بهزاد. او یکی از اعضای منافقین در دهه 60 بود که مورد عفو جمهوری اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شده است. او و دیگر اعضای این شبکه تروریستی پیش از آن که موفق شوند در دور جدید اقدامات تروریستی منافقین به کسی آسیب برسانند، رهگیری، شناسایی و دستگیر می شوند. عملیات‌های خمپاره‌زنی منافقین در شهرها در واقع تلاش این گروهک برای بازگشت به اقدامات تروریستی دهه 60 و ترور مردم کوچه و خیابان است. منافقین حتی در دهه 70 نیز چندین بار عملیات خمپاره‌اندازی در شهرهای بزرگ را اجرا کرده بودند. محل کار تعطیل شدیم، داشتیم رفتیم منزلمون با دوستان، بعد دیگه ایسکا شلوغ بود، من سر کوچه شلوغ بود، بعد ایسکا بریم پایین تر که یه دفعه دیم صدای انفجار کنم که خود به کمرم و یکی از همکارامون که خدا بیامونه زدن فوت شده، اومدیم دو نفری بیرون، بعد صدای دوم که خورد دو نفری رو زمین نشستیم، صدای سومی که اومد یه لحظه که من بلند شدم یه چیزی خورد تو دستم ولی نمیدونستم چی خورده، فکر کردم برق منو گرفته. حالا در سال 1401 با وجود گذشت نزدیک به بیش از 30 سال از آخرین عملیات‌های خمپاره‌زنی منافقین، شیوه این گروهک تروریستی همچنان بر پایه جنایت است، با این تفاوت که این بار مبدأ هدایت عملیات به جای عراق به یک کشور اروپایی عضو ناتو منتقل شده است. منافقین و دیگر تروریست ها امروز در برابر ایران مقتدر و قدرتمند قرار دارند. حامیان تروریست ها هم در هر جایی باید منتظر واکنش و مجازات جمهوری اسلامی باشند، چانهایی که پول مردم خود را صرف جنایت و ترور در سایر کشورها می کنند و چانهایی که علارغم ادعاهای حقوق بشری از تروریست ها میزبانی کرده و می کنند.